تغییر عصر روزهای یک شنبه ایستگاه رادیوی ملی سراسری در منطقه‌ای که من در آن زندگی می کنم برنامه های رادیویی قدیمی رو پخش می کرد. چند سال پیش در حال رانندگی به سوی خانه بودم و از رادیو برنامه به نام نمایش اختصاصی پخش می شد که در واقع یک جنگ رادیویی بود که در دوران جنگ جهانی دوم برای سربازانی که در جبهه ها حضور داشتند پخش می شد. قسمتی که من اون روز تصادفاً به اون گوش می کردم در اصل در 15 آگست 1945 و یک روز بعد از اعلام رسمی پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم پخش شده بود. اون روز در اون قسمت از برنامه تعدادی از مشهورترین ستارگان اون دوران حضور داشتند. فرانک سیناترا، مارلن دیتریش، کری گرانت، بتی دیویس و خیلی دیگه. اما اونچه در این برنامه بیش از هر چیز دیگه ای جلب توجه می کرد لحن متواضع و فروتنانه اونها بود. متفقین تازه تونسته بودن یکی از باشکوه ترین پیروزی های نظامی تاریخ بشر رو به دست بیارن. با این حال از خودپسندی و نخوت خبری نبود و هیچ کس تلاش نمی کرد که فوراً به افتخار این پیروزی طاق نصرت برپا کند. خب به نظر می رسه که تموم شد. این جملاتی بود که مجری برنامه بینگ کراسبی در شروع سخنانش به زبان آورد. او در ادامه گفت توی چنین شرایطی چی میشه گفت؟ الان وقت این نیست که فشفش رو روشن کنین و ترقه در کنین. این کارها واسه تعطیلات معمولیه. من فکر میکنم کاری که الان هممون باید انجام بدیم اینه که خدا رو شکر کنیم که بالاخره تموم شد. بعد از اون خواننده متسو سوپرانو ریسا استیونز پشت میکروفون قرار گرفت و نسخه موقری از اوه ماریا رو اجرا کرد. سپس کراسبی برگشت و حرفهای قبلیش رو اینطور تکمیل کرد. امروز احساسی که در عمق وجودمون داریم چیزی از جنس فروتنی است. این احساس تواضع و فروتنی در تمام طول اون برنامه تکرار می شد. برجس مردیت بازیگر متنی رو خوند که توسط ارنی پایل خبرنگار جنگی نوشته شده بود. پایل تنها چند ماه پیش از اون در جنگ کشته شده بود، اما متنی نوشته بود که در اون پیش بینی کرده بود که پیروزی چه معنایی می تونه داشته باشه. ما در این جنگ پیروز شدیم به این خاطر که مردانمون شجاع بودن و نیز به خاطر خیلی چیزهای دیگه، به خاطر روسیه، انگلستان، چین، به خاطر گذر زمان و موهبت‌هایی که منابع طبیعی در اختیارمون گذاشته. ما به این دلیل جنگ رو نبردیم که دست تقدیر ما رو برتر از دیگر مردمان قرار داده. امیدوارم نسبت به این پیروزی بیش از آن که احساس غرور کنیم شکرگزار باشیم. اون برنامه نمای کلی از واکنش ملت امریکا رو منعکس میکرد. البته مطمئنن بساط جشن و پایکوبی هم به راه بود. ملوانان در سان فرانسیسکو ترامواها رو قرق کردن و به مشروب فروشی ها هجوم بردند. خیابان‌های محله گارمنت در منهتن نیویورک به ضخامت 10 سانتی‌متر پر شده بود از کاغذ‌های رنگی. اما حس و حال آدم‌ها چیز دیگه‌ای بود. حس شادی و شعف در برابر هیبت اتفاقات و حس عدم اطمینان به نفس رنگ می‌باخت. بخشی از این موضوع به این علت بود که جنگ آنچنان رخداد تاریخی و مهمی بود و آنقدر رودخانه هایی از خون به راه افتاده بود که آدم ها در برابر اون احساس کوچکی می کردند. نکته دیگر شکل پایان یافتن جنگ در جبهه اقیانوس آرام بود. به کارگیری بمب اتم. پیشتر مردم در سراسر دنیا با چشمان خود دیده بودند که نوع بشر قادر به انجام چه اعمال وحشیانه است.
حالا صلاحی پیدا شده بود که به این وحشیگری ابعادی آخرالزمانی ببخشید. همون هفته جیمز ایجی در سرمقاله تایمز نوشت خبر این پیروزی به همون اندازه که پیام‌آور شادی و خرسندی است، اندوه و تردید رو نیز با خود به همراه آورد. اما لحن فروتنانه نمایش اختصاصی تنها مربوط به حس و حال و شرایط روحی نبود. آدم‌های حاضر در اون برنامه بخشی از یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ بودند، اما اونها راه نیفتادند تا به همه بگن چقدر انسان‌های بزرگی هستند. نکنید بچه ها، نکنید لونا، دکمه نکنید. روی سپر ماشین هاشون برچسب هایی با این مضمون که چقدر شگفت انگیزن نچسبوندن. نخستین چیزی که به ذهنشون خطور کرد این بود که به خودشون یادآور بشن که اونها اخلاقاً از هیچ کس برتر نیستن. احساس جمعی اونها این بود که باید به خودشون در برابر خود برتربینی و غروری که تهدیدشون میکرد هشدار بدن. اونها به طور شهودی در برابر تمایل غریزی انسان به خودپسندی افراطی مقاومت میکردن. اون روز پیش از اون که برنامه رادیویی به اتمام برسه به خونه رسیدم و مجبور شدم برای شنیدن بخش‌های بیشتری از اون در پارکینگ و داخل ماشین بمونم. سپس به داخل خونه رفتم و به تماشای یک بازی فوتبال امریکایی مشغول شدم. یکی از بازیکنان خط حمله یک پاس کوتاه برای بازیکن کنار خط انداخت و یکی 2 متر جلوتر بلافاصله یکی از بازیکنان مدافع حریف اون رو سرنگون کرد. بازیکن مدافع همون کاری رو کرد که این روزها تمام ورزشکاران حرفه‌ای در مواقع رسیدن به موفقیت‌های فردی انجام میدن. همزمان که دوربین از کنار او میگذشت، رقص پیروزی خودنمایانش رو به نمایش گذاشت. برای یک لحظه به این فکر کردم که جشن و سروری یک بازیکن فوتبال بابت یک موفقیت بسیار ناچیز در برای یک لحظه به این فکر کردم که جشن و سرور یک بازیکن فوتبال بابت یک موفقیت بسیار ناچیز در تلویزیون رو دیدم، بسیار پر آب و تاب تر از جشن گرفتن بابت پیروزی امریکا در جنگ جهانی دوم در برنامه رادیویی بود که بیشتر شنیدم. چنین تضادی به بروز سلسله ای از افکار در ذهنم منجر شد. به این فکر افتادم که چنین دگرگونی ممکنه یک مثال کوچیک از تغییر در فرهنگ باشه. یعنی از فرهنگ ناچیز شمردن خود و افتادگی که میگوید هیچ کس بهتر از من نیست، اما من هم بهتر از هیچ کس دیگری نیستم، به فرهنگ برتر شمردن خود که میگوید دستاوردهای من را ببینید، من آدم خاصی هستم. این تضاد گرچه که در ابتدا موضوعی پیش پا افتاده می نمود، اما برای من در حکم دریچه‌ای بود برای مشاهده مسیرهای کاملا متفاوتی که می توانیم در زندگیمون در این دنیا در پیش بگیریم. من کوچک
چند سال پس از اون روزی که من اون قسمت از برنامه نمایش اختصاصی رو گوش کردم، سری به گذشته ها زدم و در مورد آدم های برجسته دوران گذشته مطالعه کردم. تحقیقاتم قبل از هر چیز به من نشون داد که هیچ کدوم از ما نباید هیچ کدوم از ما من مخصوصا ادیت نمی کنم اتفاقاتی رو که پیش میاد در حین کتاب خوندن، چون این زندگی واقعیه و زندگی واقعی پر از اتفاق، پر از روزمرگیه، پر از شرایط کاملا طبیعیه و معمولا زندگی واقعی دور از نمایشه و همین خاطر ادیتی صورت نمیگیره، حذفی نمیشه، سعی در ماسک کردن توپق هام ندارم، یا اینکه بچه ها اینجوری از سرکول خودشون و من بالا میرن. به هر حال این یه زندگی کاملا طبیعیه. اینکه شما کتاب میخونید یه جمله رو درک نمیکنید یا نقصی توی در واقع ویراستاری و کلمات وجود داره، جمله بندی رو کامل نمیکنه، شما نمیتونی بفهمیش و چند بار مرورش میکنی، این چیزیه که برای همه ما پیش میاد و اصلا نقصی نیست و شاید اصلا خود این کتاب داره میگه که اگر نقصی هم هست ببینیمش و بپذیریمش. هیچ اتفاقی توی این زندگی و توی این دنیا بدون نقص و کامل نیست. مهم اینه که هر کدوممون بهترینمون رو انجام بدیم، بیشترین تلاشمون رو بکنیم و بهترین خودمون رو ارائه بدیم برای خودمون، برای زندگیمون، برای خانوادهمون. چند سال پیش پس از آن روزی که من اون قسمت از برنامه نمایش اختصاصی رو گوش کردم، سری به گذشته ها زدم و در مورد آدم های برجسته دوران گذشته مطالعه کردم. تحقیقاتم قبل از هر چیز به من نشون داد که هیچ کدوم از ما نباید آرزوی برگشتن به فرهنگ میانه قرن بیستم رو در سر بپرورونیم. در فرهنگ اون زمان نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی، یهود ستیزی بسیار بیشتر از اکنون غالب بود. بیشتر ماها اگر در آن دوران میزیستیم، فرصت چندانی برای لذت بردن از زندگی و موفقیت در آن نمیافتیم و ضمناً فرهنگ آن دوران بسیار کسالتبار بود، با غذاهای بیمزه و چیدمان یک نواخت خانه ها. فرهنگ دوران گذشته فرهنگی سرد از نظر احساسی بود. به طور خاص پدرها اکثرا در ابراز عشق خود به فرزندانشان ناتوان بودند. شوهرها نمی توانستند درک عمیقی از همسرانشون داشته باشند. به همین دلیل از بسیاری جهات زندگی اکنون بسیار بهتر از چیزی است که در گذشته بود. اما من این رو هم دریافتم که در مقایسه با اکنون، در آن زمان شاید یک نوع خوی متواضعانه در بیشتر آدم ها وجود داشت. یک نوع زیست اخلاق محور که قرنها سابقه و پشتوانه داشت. چیزی که اکنون کمتر به اون توجه میشه، روش زندگی و طرز تفکریه که آدم ها رو تشویق میکرد نسبت به خواسته ها و امیال خودشون با دیده تردید بنگرند، نسبت به ضعف ها و ناتوانی هاشون آگاه باشند، در مبارزه با نقایص نهفته در سرشت خود ثابت قدم باشند و ضعف هاشون رو به نقاط قوت تبدیل کنند.
و به این فکر کردم که در سایه چنین تفکری شاید مردم کمتر به این فکر می کردند که هر فکر، ایده، احساس و یا دستاوردی رو بیدرنگ با تمام دنیا به اشتراک بگذارند. در دورانی که نمایش اختصاصی متعلق به آن بود، فرهنگ عامه به نظر محتاط‌تر و آرام‌تر به نظر می‌رسید. اون زمان از تیشرت‌هایی که روشون شعار و پیام نوشته شده خبری نبود و روی ماشین‌های تحریر هم دکمه‌ای برای علامت تعجب وجود نداشت. مردم برای همدردی با بیماران مبتلا به امراض گوناگون روبان‌های مخصوص نمی‌بستند و بر روی پلاک یا سپرهای ماشینشون پیام‌های اغراق‌آمیز یا اعلام موضع شخصی و اخلاقی درج نشده بود. مردم در مورد دانشگاهی که در اون تحصیل کرده بودند یا جاهایی که در تعطیلات به اونها سفر کرده بودند به یکدیگر پوز نمی‌دادند. فخر فروشی در مورد دستاوردها از دماغ فیل افتادن و خود بزرگ پنداری نسبت به امروز در دید اجتماع عملی به مراتب نکوهیده تر بود. اخلاقیات اجتماعی در رفتار متواضعانه بازیگرانی چون گری گوری پک یا گری کوپر و یا جو فرایدی شخصیت سریال پرطرفدار دام تبلور یافته بود. زمانی که هری هاپکینز یکی از مشاوران فرانکلین روزولت یکی از پسرانش رو در جنگ جهانی دوم از دست داد، افسران ارتش خواستن ترتیبی اتخاذ کنند که دیگر فرزندان او از آسیب جنگ مسون ببانند. هاپکینز آنگونه که در آن زمان بسیار بیشتر از اکنون مرسوم بود این مسئله را ناچیز قلمداد کرد و از پذیرش چنین طرحی سر باز زد و در جایی نوشت که پسران دیگرش نباید تنها به این دلیل که برادرشان در جبهه اقیانوس آرام یک مقدار دچار بدشانسی شده از مسئولیت خاصی برخوردار شوند. از 23 مرد و زنی که در مدت 8 سال ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در کابینه او خدمت کردند، تنها یک نفر وزیر کشاورزی کتاب خاطراتی منتشر کرد که آن هم آنقدر با احتیاط و فروتنانه نوشته شده بود که خواننده موقع مطالعه‌اش احساس خواب‌آلودگی می‌کرد. اما در پایان دوران ریاست جمهوری 8 ساله رونالد ریگان 12 نفر از 30 نفر اعضای کابینه او خاطراتشون رو منتشر کردند که تقریبا تمامشون در حکم آگهی های تبلیغاتی برای نویسندگانشون عمل می کردن. هنگامی که جورج بوش پدر که در همون دوران بزرگ شده بود نامزد ریاست جمهوری شد، با در پیش گرفتن ارزش های دوران کودکی خود از اینکه مدام در مورد خودش سخن بگه سر باز می‌زد. اگر یکی از تنظیم کنندگان سخنرانی‌هاش در یکی از نوت‌هایی که برای او آماده می‌کرد از کلمه من استفاده می‌کرد، جورج بوش پدر به طور غریزی روی اون خط می‌کشید و حذفش می‌کرد. اعضای ستاد انتخاباتیش به او التماس می‌کردند: تو داری برای ریاست جمهوری مبارزه می‌کنی، باید در مورد خودت صحبت کنی. یک بار اعضای ستادش بالاخره تونستن به زعم خودشون اون رو سر عقل بیارن تا یکی از سخنرانی‌هاش چنین کنه، اما فردای اون روز مادرش با اون تماس گرفت و گفت: جورج، دوباره داری فقط از خودت حرف میزنی. و بوش دوباره به سیاق قبلی خود بازگشت و دیگر از من در نوت‌های انتخاباتیش استفاده نکرد و سعی نکرد خودش رو بزرگ و برجسته جلوه کنه. من بزرگ. در طول سال‌های بعد
من داده هایی رو گردآوری کردم که از یک تغییر مسیر بزرگ از فرهنگ فروتنی به فرهنگی خبر می داد که می توان نام آن را من بزرگ گذاشت. روگردانی از فرهنگی که مردم رو تشویق می کرد که در مورد خود متواضعانه بیاندیشند به فرهنگی که مردم را وامی داشت خود رو مرکز عالم هستی بپندارند. یافتن چنین مستنداتی چندان دشوار نبود. برای مثال در یک نظرسنجی گالوپ در سال 1950 از دانش آموزان سال آخر دبیرستان پرسیده شده بود تا چه حد فکر می‌کنند در آینده فرد بسیار مهم می‌خواهند شد. اون زمان تنها 12% پاسخ مثبت دادند. همین موضوع در سال 2005 دوباره به پرسش گذاشته شد و این بار پاسخ مثبت دانش آموزان به اینکه در آینده آدم بسیار مهم می‌خواهند شد به جای 12% 80% بود. روانشناسان از چیزی با عنوان آزمون خودشیفتگی بهره می‌برند. اونها عباراتی برای افراد می‌خونند و از اونها می‌پرسند که آیا این جملات در مورد اونها صدق می‌کنه یا خیر. مثلا عباراتی نظیر دوست دارم در مرکز توجه باشم. اگه شرایطشو داشته باشم خودنمایی میکنم چون آدم خارق‌العاده‌ای هستم. یک نفر باید زندگی نامه من رو بنویسه. میانگین امتیاز افراد در آزمون خودشیفتگی در 2 دهه گذشته 30% افزایش یافته. 93% جوانهای امروز امتیازی بیش از امتیاز میانگین 20 سال پیش کسب می کنند. بیشترین میزان افزایش هم در تعداد آدم هایی بوده که عنوان کردند جملات من خارق العاده هستم و دوست دارم به بدن خودم نگاه کنم در موردشون صدق می کنه. کوکی کوکی بیا بابا، چی شده؟ بیا دخترم، چی شده؟ چیه بابا؟ چی شده؟ همزمان با بالا رفتن آشکار میزان اعتماد به نفس آدم ها، تمایل اونها به شهرت نیز افزایشی چشمگیر یافته. در گذشته از میان آرزوهای مردم شهرت عموماً در رده های پایین جای می گرفت. در یک بررسی در سال 1976 که از مردم می‌پرسید اهدافشون در زندگی رو فهرست کنند، شهرت از میان 16 هدف بالقوه در جایگاه 16 قرار گرفت. در سال 2007 اما 51% از جوان‌ها عنوان کردند که به شهرت رسیدن یکی از مهمترین اهدافشون توی زندگیه. در یک پژوهش از دختران دانش آموز دوره متوسطه پرسیده شد که دوست دارند با چه کسی شام بخورند. با بررسی پاسخ ها جنیفر لوپز اول شد، عیسی مسیح دوم و پاریس هیلتون سوم. در پرسشی دیگه از اونها خواسته شد در میان گزینه‌هایی که به عنوان شغل آینده در برابرشون قرار داده شده بود یکی رو انتخاب کنند. تعداد افرادی که گزینه دستیار شخصی چهره مشهور مثلا جاستین بیبر رو انتخاب کرده بودند 2 برابر افرادی بود که ترجیح می‌دادند به ریاست دانشگاه هاروارد برسند. که البته اگر از حق نگذریم مطمئنم خود رئیس دانشگاه هاروارد هم ترجیح میداد دستیار شخصی جاستین بیبر باشه. با کنکاش در فرهنگ عامه مدام این پیام یکسان رو همه جا میابم: شما ویژه هستید، به خودتون اعتماد کنید و با خودتون رو راست باشید. فیلم های پیکسار و دیزنی پیوسته به کودکان میگه که چقدر شگفت انگیزن.
سخنرانی های جشن های دانش آموختگی یا آغاز سال تحصیلی هم همین کلیشه ها را تبلیغ می کنند. عشقتون رو دنبال کنید. زیر بار محدودیت ها نرید. مسیرتون رو خودتون تعیین کنید. مسئولیت انجام کارهای بزرگی بر دوش شماست، چرا که خودتان هم آدم بزرگی هستید. برای کسانی که در جستجوی افزایش اعتماد به نفسند، چنین جملاتی به وحی منزل میمانند. آنگونه که الن دی جنرز الن دی جنرز سال 2009 در سخنرانیش در جمع تعدادی از فارغ التحصیل ها گفت: نصیحت من به شما اینه که کافیه با خودتون رو راست باشید و همه چیز درست خواهد شد. آشپز معروف ماریو باتالی هم به فارغ التحصیلان پیشنهاد کرد که حقیقت خودتون رو، همون چیزی که همیشه از وجودتون برمیاد، دنبال کنید. آنا کوایندلن هم از عده دیگه خواست که شجاعت داشته باشن و شخصیت خود، اندیشه خود، تمایلات خود و البته روح خود رو محترم بشمارند و به جای آنکه به دنبال پیام های چرکین دنیای کمروها و خجالتی ها به صدای شفافی که از درونشون برمیاد گوش کنند. گفته شجاعت داشته باشید و شخصیت خود، اندیشه خود، تمایلات خود و البته روح خود رو محترم بشمارید و به جای اون که به دنبال پیام های چرکین دنیای کمروها و خجالتی ها به صدای شفافی که از درونشون برمیاد گوش بدن. الیزابت گیلبرت در کتاب بسیار پرفروش خود بخور، عبادت کن، عشق بورز، من تنها مردی هستم که این کتاب رو تا پایان خوندم، منم حتما باید بخونم. بخور، عبادت کن، عشق بورز. فکر کنم اسمشم توی این ترجمه ادیت شده باشه، نمیدونم. می نویسه خداوند خود رو در قالب صدای خود، من که از درون خودم، صدای خود من، میگه خداوند خود رو در قالب صدای خود من که از درون خودم به گوش می رسد به نمایش می گذاره. خداوند در درون شما و در قالب خود شما دقیقا همان گونه که هستید سکونت گزیده. سپس شروع کردم به بررسی این که ما بچه هامون رو چطور بزرگ و تربیت میکنیم و در این بررسی ها متوجه تغییراتی اخلاقی شدم. برای مثال نسخه های اولیه کتاب راهنمای سازمان پیشاهنگی دختران امریکا پر بودند از اندرس های اخلاقی در خصوص از خودگذشتگی و فروتنی. مطابق اون چه اون کتاب ها تبلیغ میکردند، مانع اصلی بر سر راه رسیدن به سعادت تمایل بی حد و مرز و قرار گرفتن در مرکز توجه دیگرانه. تا سال 1980 همانطور که جیمز دیویسون هانتر اشاره میکنه این لحن به کلی تغییر کرده بود. حالا راهنمایی با عنوان شما عامل تغییر هستید، کتاب راهنمای دختران پیشاهنگ به دخترها می گفت که بیشتر به خودشون توجه کنن. چطور می تونید بهتر با خودتون ارتباط برقرار کنید؟ شما چه حسی دارید؟ هر گزینه‌ای که یک پیشاهنگ ارشدتر در برابرتون قرار داده می شود،
می تواند به نوعی کمکتون کنه تا درک بهتری نسبت به خودتون داشته باشید. خودتون رو در مرکز تصویر افکارتون قرار بدید تا برداشتی از چگونگی احساس، تفکر و عملکرد خودتون به دست بیارید. چنین تغییر روی کردی حتی در خطابه هایی که از سکوها و منابر مذهبی بیان میشن نیز قابل ردیابیه. جالوسین یکی از محبوب ترین رهبران کلیساهای عظیم امریکا در دوران حاضر، مستقر در هیوستون تگزاس، در کتاب خود چطور به خود بهتری تبدیل شوید می نویسد: خداوند شما را خلق نکرده که مأموری باشید. شما به وجود اومدید که برتر باشید. به وجود اومدید که بر این نسل اثر بگذارید. این اعتقاد رو در خودتون پدید بیارید که من انتخاب شدم، جدا شدم و مقدر گشته که زندگیم سرشار از پیروزی باشه.